به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز. در مورد میدان مغناطیسی تو جلسه‌های قبل دو تا میدان مغناطیسی رو بررسی کردیم. یکی میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست حامل جریان و یکی هم میدان مغناطیسی حاصل از حلقه دایره‌ای حامل جریان، که این حلقه دایره‌ای تعداد حلقه ها رو زیاد کردیم با فرض اینکه ضخامتی نداشته باشن این حلقه ها وقتی کنار هم قرار می گیرن، رسیدیم به پیچه مسطح که در واقع این رو توی جلسه‌های قبلی بررسی کرده بودیم. امروز میخوام میدان مغناطیسی حاصل از سومین جسم سیم لوله حامل جریان رو بررسی کنیم. ابتدا تعریف سیم لوله. سیم لوله سیم درازی است که به صورت مارپیچی بلند پیچیده شده است. این شکل پایین رو توجه کنید. یه جسمی رو در نظر میگیریم، مثلا یه قطعه آهنی، یه میخ فولادی. ما این سیم رو، این سیم طویل رو، این سیم دراز رو به صورت مارپیچ مثل حلقه های فنر میام دور این قطعه میپیچیم، دور این قطعه‌ای که حالا یا آهنیه یا فولادیه، این سیم میاد پیچیده میشه. به این مجموعه‌ای که تشکیل میشه اصطلاحاً میگیم سیم لوله. فرق سیم لوله و پیچه مسطح آقایون توی ضخامت اون جسمه، یعنی توی پیچه مسطح ما فرض کردیم این حلقه ها کنار هم قرار گرفتن، از ضخامتش صرف نظر کردیم، از طولش صرف نظر کردیم، ولی در سیم لوله فاصله بین حلقه اول تا حلقه انوم یه عددیه، مثلا 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، 50 سانتی متر. یعنی در واقع پیچه مسطح همون سیم لوله ای هستش که ما از طولش اومدیم صرف نظر کردیم، فرض کردیم طولی نداره در واقع پیچه مسطح. پس در واقع این میشه مبحث سیم لوله، مثل حلقه های فنر دور یه قطعه پیچیده شده. آزمایش و تجربه نشون داد که اگر از این سیم لوله جریانی عبور کنه، در فضای داخل و اطراف این سیم لوله یه میدان مغناطیسی به وجود خواهد اومد. میدان مغناطیسی رو همونطور که میدونین با یه سری خطوط نشون میدیم به نام خطوط میدان مغناطیسی. این خطا رو شما برای سیم راست خاطرتون هست، حلقه های هم مرکزی بود دور اون سیم رسم کردیم. برای حلقه دایره ای این خطوط در واقع رسم شد. امروز میخوام برای سیم لوله خطوط میدان مغناطیسیش رو رسم کنیم. خب برای رسم خطوط میدان، اولین خط، خب این سیم لوله از N تا حلقه تشکیل شده. تمام این حلقه ها یه مرکزی دارن. من میام با یه خط مستقیم مراکز این حلقه ها رو به هم وصل میکنم. اگر خاطرتون باشه برای حلقه دایره ای هم همین کار رو، اولین خط رو از مرکز عمود میکردیم بر سطح حلقه. برای سیم لوله تمام مراکز رو با یه خط میان به هم وصل میکنیم. این خط اول. خط بعدی یه مقدار فاصله زیاده، ولی وقتی به وسط سیم لوله میرسیم نزدیک میشه به خط اول. دوباره اینجا یه مقدار انحنا پیدا میکنه، از پایین هم باز به همین ترتیب. خط بعدی یه مقدار فاصله زیادتر، ولی اینجا متراکم میشه برای پایین هم همین کار رو در نظر میگیریم. و خط آخری که به عنوان خط میدان در نظر میگیریم یک منحنی بسته خواهد بود. اینجا در واقع یه منحنی بسته میام به این صورت در نظر میگیریم. این میشه رسم خطوط میدان مغناطیسی برای یک سیم لوله حامل جریان.
این خطوط میدان چند تا ویژگی دارن. میخوام ویژگی های این خطوط رو بیان کنیم. همونطور که توی شکل ملاحظه میکنید، خطوط میدان در وسط سیملوله، در وسط حلقه ها، این خطوط متراکم تر هستن، فشرده تر هستن، به هم نزدیک ترن. هرچی به لبه ها نزدیک میشیم، به دو انتهای سیملوله نزدیک میشیم، فاصله خطوط از هم بیشتر میشه. پس نکته اول، وقتی میگیم خطوط به هم متراکم ترند، به هم فشرده ترند، یکی از ویژگی های خطوط این بود که هر جا خط ها متراکم تر باشن اونجا میدان قوی تره. پس میگیم در سیملوله، در مرکز سیملوله، وسط سیملوله، میدان مغناطیسی قوی تر از دو انتهای سیملوله هستش. ویژگی دوم، همونطور که توی شکل مشاهده میکنید، در قسمت مرکزی سیملوله خطای میدان تقریبا با هم موازی هن، با یه فاصله برابر. یه اصطلاحی داشتیم به نام میدان یک نواخت. میگیم در ناحیه مرکزی دور از لبه ها خطوط میدان تقریبا موازی و هم فاصله. اصطلاحا میگیم در این ناحیه میدان مغناطیسی یک نواخته. پس دو ویژگی خطوط میدان برای سیملوله. همونطور که میدونین خطای میدان باید جهت داشته باشن. مثلا تو آهنربا میگفتیم جهت خطا بیرون آهنربا از N به طرف S، یا برای سیم راست و حلقه دایره‌ای از قانون دست راست میومدیم استفاده میکردیم. برای سیملوله هم باز ما همین قانون دست راست رو میتونیم استفاده کنیم برای تعیین جهت خطوط میدان، شبیه اون چیزی که برای حلقه دایره‌ای داشتیم. تو حلقه دایره‌ای میگفتیم اگر حلقه رو در دست راست بگیریم طوری که انگشت شست در جهت آی قرار بگیره، در جهت جریان قرار بگیره، خم شدن چهار انگشت دیگه جهت خطوط میدان و در نتیجه جهت خود میدان رو به ما نشون میده. من میام از همین قانون استفاده میکنم، میگم سیملوله هم چیزی نیست غیر از N تا حلقه. یعنی من یکی از این حلقه ها رو تو دست راست میگیرم. این تصور کنیم که در واقع این شکل سه‌بعدی هستش. این قسمتی از سیملوله که بیرون قرار گرفته، جلوی این قطعه قرار گرفته، تو دست راست میگیریم طوری که انگشت شست در جهت جریان باشه. الان این جریان رو اگر دنبال کنیم توی این سیم، از اینجا این جریان به طرف بالا میاد، پشت این قطعه دور میزنه، میره رو به پایین، دوباره از اینجا به طرف بالا، یعنی روی این حلقه ها جریان به طرف بالاست و از اینجا دور میزنه به سمت پایین میاد. میگیم خب این حلقه رو در دست راست میگیریم، شست رو در جهت آی قرار میدیم، در جهت جریان خم شدن چهار انگشت دیگه جهت این خط مرکزی رو برامون مشخص میکنه. الان شما میبینید که اگر شست رو در جهت جریان بگیرین، خم شدن چهار تا انگشت از راست به طرف چپ خواهد بود. پس میگیم این خط از راست به چپ میشه جهت خطش. برای بقیه خطا همین جهت رو در نظر میگیریم. این منحنی بالا هم که این قسمت از راست به چپ، بعد بیرون سیملوله جهت برعکس میشه. اینجا هم از راست به چپ، بیرون سیملوله جهت برعکس میشه. پس به کمک قانون دست راست جهت خطوط میدان رو مشخص کردیم. حالا اگر از ما سوال کنن مثلا در این نقطه میدان مغناطیسی در چه جهتی هستش، یادتونه می اومدیم یه خط مماس رسم کردیم، خط میدان در هر جهتی که بود فلش رو اونجا قرار میدادیم، میگفتیم این جهت میدان مغناطیسی. این وسط اگر سوال کنن میدان در چه جهتیه، یه خط مماس بر خط میدان رسم میکنیم و در جهت خط میدان این میشه بردار
میدان مغناطیسی. پس قانون دست راست رو من یه بار دیگه برای این خطا میگم. یکی از این حلقه ها رو تو دست راست نگه میداریم، شست رو در جهت جریان میذاریم، خم شدن چهار تا انگشت جهت خط میدان و در نتیجه جهت خود میدان رو نشون میده. این قانون رو آقایون به این صورت هم میتونیم بیان کنیم، یعنی این راه دومی که من میگم هم درست، اونم اینه که جای آی و بی رو عوض کنیم. یعنی ما همیشه میگیم شست آیه، خم شدن این چهارتا بیه. حالا بیام برعکسش رو در نظر بگیریم، یعنی خم شدن این چهارتا رو آی بگیریم، انگشت شست جهت بی رو به ما نشون میده. اینم باز اینجا جواب خواهد داد. من این قطعه مستطیلی رو تو دست راستم میگیرم طوری که این چهارتا انگشت جهت آی رو نشون بده. دقت کنین آقایون، اگر یه قطعه ای رو الان فرض کنیم تو دست راست گرفتیم، جریان جلوی این قطعه رو به بالا داره میره، پشت این قطعه رو به پایین داره میاد. یعنی به این صورت من باید این قطعه رو بگیرم، جریان رو به بالا میره، پشت قطعه رو به پایین. انگشت شست جهت میدان رو به ما نشان خواهد داد. انگشت شست جهت میدان رو به ما نشون میده که میشه به سمت چپ. خب این از قانون دست راست برای سیم لوله. یه تعریفی داریم، میگیم اگر قطر حلقه ها در مقایسه با طول سیم لوله ناچیز باشه. این حلقه ها به صورت دایره ای هم یه قطری دارن، میگه این قطره در مقایسه با طول سیم لوله، طول سیم لوله آقایون یعنی فاصله بین حلقه اول تا حلقه انوم. طول خود سیم رو در نظر نمیگیریم، فاصله بین حلقه اول تا حلقه انوم رو از اینجا تا اینجا میگیم طول سیم لوله. میگه اگر این قطر ناچیز باشه و حلقه ها خیلی به هم نزدیک باشن، یعنی بین حلقه ها فاصله ای نباشه، این حلقه ها کاملا به هم دیگه چسبیده باشن، فضای خالی بینشون نباشه، این سیم لوله رو اصطلاحا میگیم سیم لوله آرمانی. که ما فرمول میدان سیم لوله رو فقط برای این نوع سیم لوله میام امسال بیان میکنیم. برای یک سیم لوله آرمانی، میدان مغناطیسی در مرکز سیم لوله، مرکز سیم لوله یعنی ناحیه وسط سیم لوله، جایی که میدان یک نواخت بود، یعنی در واقع دور از لبه ها رو ما فرمول نداریم، چون اینجا میدان غیر یک نواخته، اینجا یه عددیه، اینجا یه عددیه، اینجا یه عددیه، ما در ناحیه مرکزی میتونیم فرمول بنویسیم برای میدان مغناطیسی سیم لوله. با حرف بی نشون میدادیم، بی برابره با یه ضریب ثابت مو صفر بود، ضریب تراوایی مغناطیسی خلا تقریبا 4 پی در 10 به توان منفی 7 بود، N I به روی L، N تعداد دورها یا تعداد حلقه ها، I جریانی که از سیم لوله داره عبور میکنه، L رو دقت کنیم، یه بار گفتم L طول اون سیم نیستش که باهاش اومدیم سیم لوله رو ساختیم، L طول سیم لوله است، یعنی فاصله بین حلقه اول تا بیستم، مثلا حلقه اول تا حلقه صدم. با استفاده از این فرمول، خیلی شبیه فرمول میدان پیچ است، مو صفر ان آیش که مشترکه، فقط مخرج کسر عوض شد و اینجا در واقع ال رو طول سیم لوله رو باید قرار بدیم. بیام دو تا مسئله از این فرمول حل کنیم. مسئله 55 دفترچه رو دقت کنم. میگه از سیم لوله‌ای به طول 12 سانتی متر، پس اینجا یه 10 به توان منفی 2 باید ضرب کنیم تا به متر تبدیل بشه، جریانی به شدت 8 دهم آمپر عبور می‌کند
اگر بزرگی میدان درون سیم لول 2 میلی تسلا باشد، چون میلی داده میدان رو 10 به توان منفی 3 تسلا. این سیم لول از چند دور سیم تشکیل شده؟ موسفرم تو این سوال گفته 12 در 10 به توان منفی 7 تسلا متر بر آمپر در نظر بگیریم. خب فرمول میدان سیم لول رو می نویسیم، B برابر با سرعت کسر بود مو صفر N I به روی L. N رو میخواد، پس من میتونم یه طرف این وسطین انجام بدم، N رو از اینجا به دست بیارم، میشه B در L به روی ضریب N که مو صفر آی هستش. خب عددها رو جایگزین میکنیم، N برابر میشه با B رو 2 در 10 به توان منفی 3 L 12 در 10 به توان منفی 2 متر. موسف رو گفته 12 در 10 به توان منفی 7 آی هم که برابر 8 دهم آمپر یا 8 در 10 به توان منفی 1 برابر میشه با. خب این 12 صورت و مخرج رو میتونیم با هم ساده کنیم، 2 به روی 8 میشه 1/4 در 10 به توان منفی 3 منفی 2 منفی 5 منفی 7 منفی 1 منفی 8، پس یه 3 میمونه، 1/4 در 10 به توان 3 1/4 ضرب در 1000 که این روند به دست میاد 250 دور خواهد شد. این سوالی که تعداد حلقه ها رو از ما خواسته بود. سوال بعدی مسئله 61. بعضی موقع فرمول میدان سیم لول رو با اون فرمول های قبلی که مثلا نیروی وارد بر ذره باردار بود میان با هم ادغام میکنن و یه سوال جدید رو طراحی میکنن. قسمت الف این سوال سیم لوله شامل 500 دور سیم روکشدار جریان 10 آمپر ازش عبور میکنه، بزرگی میدان در مرکزش 2 پی در 10 به توان منفی 3 تسلا، طول سیم لوله رو از ما خواسته. خب فرمول میدان سیم لوله رو مینویسیم، بی برابر مو صفر ان آی به روی ال. ال رو میخواد، ال رو از اینجا به دست میاریم، جای ال و بی رو میتونیم با هم عوض کنیم، میشه مو صفر ان آی به روی بی. مو صفر رو توی داده های سوال گفته 4 پی در 10 به توان منفی 7 بگیرین، پس در نتیجه ال برابر میشه با 4 پی در 10 به توان منفی 7 ان 500 5 در 10 به توان 2 آی برابر 10 آمپر، بی هم که 2 پی در 10 به توان منفی 3. 4 پی و 2 پی رو با هم ساده میکنیم، یه 2 میمونه، 2 ضرب در 5 10، 10 به توان 3 10 به توان 4 10 به توان منفی 3 کلن توی صورت، یه 10 به توان منفی 3 هم توی مخرج که با هم ساده میشه، L برابر 1 متر خواهد شد. خب قسمت
بگه این سوال. میگه خب حالا این سیمولا رو داریم، حالا یه پروتونی که بارش رو بار بنیادی میگیریم با سرعت 4 × 10^5 تحت زاویه 45 درجه نسبت به محور این سیمولوله. این شکل سمت راست رو اگر دقت کنیم، جایی که خطوط میدان رو اومدیم رسم کردیم، این خط مستقیم رو به این میگیم محور سیمولوله، که در واقع همون راستای خود میدان مغناطیسی رو داره نشون میده. حالا میگه این پروتون با زاویه 45 درجه نسبت به این محور، مثلا یه پروتونی به این صورت داخل این میدان با یه سرعتی در حال حرکته، زاویه 45 درجه ساخته با محور. به عبارتی زاویه بین راستای حرکت و راستای میدان، وقتی میگه محور یعنی همون راستای میدان، این زاویه 45 درجه است. خب این همون در واقع حرف تتا بود که ما تو فرمول کیو و به سینوس تتا در نظر میگرفتیم. میگه اگر با این زاویه نسبت به محور حرکت کنه، نیروی وارد بر آن، فرمول نیرو چی بود؟ F برابر بود با قدر مطلق Q V B سینوس تتا که برابر میشه با 1/6 × 10^-19 V 4 × 10^5 بی رو اون بالا داده بود، 2π × 10^-3 سینوس 45 درجه هم که برابر رادیکال 2/2 در واقع خواهد شد. که از اینجا حالا اگر محاسبات رو هم انجام بدیم، F برابر میشه با این 2 رو اگر با این 2 ساده کنیم، 4 × 1/6 میشه 6.4. یه رادیکال 2 هم داریم در 10^--14 − 17 نیوتن خواهد شد. این نیرو به این ذره وارد میشه. و اما قسمت آخر این مسئله، قسمت پ، میگه در چه صورت نیروی از طرف میدان بر این پروتون متحرک وارد نمیشود؟ از طرف میدان، یعنی میدان داریم، پروتون متحرک، پروتون یعنی بار داریم، سرعت هم داریم چون گفته متحرکه، پس این سه تا پارامتر وجود داره، ولی نیروی وارد نمیشه. خب اگه قرار باشه F برابر 0 باشه، پس این سینوس تتا همون باید 0 باشه، یعنی تتا یا باید 0 باشه یا باید 180 باشه. یعنی ذره باید چجوری حرکت کنه؟ ذره باید در راستای میدان یا همون راستای محور، یعنی محور افقی، ذره هم افقی مثلا حرکت کنه، حرکت کند تا نیروی به آن وارد نشود. خب در ادامه مبحث سیمولوله، اون قطعه‌ای که ما تو شکل قبلی اومدیم بین حلقه‌های سیمولوله قرار داده بودیم، اون در واقع اصطلاحاً به اون قطعه میگیم هسته سیمولوله. ما میتونیم یه سیمولوله‌ای بدون هسته داشته باشیم،
یعنی من اون توی شکل قبلی هسته رو برای این رسم کردم که این مفهوم این که این سیم به صورت مارپیچ قرار گرفته یه مقدار روشن‌تر بشه و یعنی میتونه یه سیمولولهی بدون هسته باشه که البته میدانش میدان ضعیفی خواهد بود. پس ما میتونیم بیام بین حلقه های سیمولوله از یه هسته، این هسته معمولا از جنس آهن استفاده میشه، میتونه فولادی هم باشه ولی آهن به دلیلی که توی جلسه بعد میگیم جسم بهتریه. این حلقه ها تماسی با این هسته ندارند، یعنی میتونن در واقع این سیم یه سیم روکشدار باشه یا اینکه این هسته اون وسط قرار بگیره ولی تماسی با این حلقه ها نداشته باشه. اتفاقی که میفته اینه که وقتی ما اینجا کلید رو میبندیم و جریان در این مدار برقرار میشه از قطب مثبت، این جریان میاد تو این حلقه ها دور میزنه و از اینجا بر میگرده به طرف پایین. من روی یکی از این حلقه ها جهت آی رو رسم میکنم که حالا به طرف بالا هستش. گفتیم که الان در فضای داخل این سیمولوله یه میدان مغناطیسی وجود داره. خب ما با یک پدیده آشنا هستیم به نام الغای مغناطیسی. میگفتیم اگر یه میخ آهنی رو بیام نزدیک آهن رو با قرار بدیم، آهن رو با خاصیت مغناطیسی خودش رو الغا میکنه در اون میخ و اون میخ رو تبدیل به آهن ربا میکنه. اینجا هم همین اتفاق داره میفته، یعنی میدان مغناطیسی این سیمولوله الغا میشه در اون هسته ای که وسط اون حلقه ها قرار گرفته و اون هسته تبدیل به آهن ربا خواهد شد. اصطلاحاً به یه همچین آهن ربایی آهن ربای الکتریکی گفته میشه که به راحتی قابل ساخته شدنه. یعنی شما کافیه یه میخ آهنی بردارین، یه سیم روکشدار بیان دور این میخ بپیچین، دو سر اون سیم رو به یه باتری وصل کنین، وقتی جریان در سیم برقرار میشه اون میخ تبدیل به آهن ربا خواهد شد. در واقع سیم لوله اون خاصیت خودش رو در داخل اون قطعه و اون هسته الغا میکنه. وجود هسته باعث تقویت میدان مغناطیسی سیمولوله می شود. یعنی این هسته وقتی که بین حلقه های سیمولوله قرار می گیره، از اونجایی که همجهت با میدان مغناطیسی سیمولوله است میاد میدان سیمولوله رو تقویت می کنه. یعنی میدان برایندی که ما اینجا داریم جمع میدان سیمولوله و میدان هسته خواهد بود. یه نکته خیلی مهم اینه که ما داریم میگیم این هسته خاصیت مغناطیسی پیدا میکنه، یعنی داره تبدیل به یک آهنربا میشه. پس ما باید بتونیم قطبهای N و S این آهنربای جدید رو تعیین کنیم. برای تعیین جهت و تعیین قطبهای این آهنربا چند تا روش وجود داره. روش اول اینه که اول ما میدان مغناطیسی داخل سیمولوله رو بیام تعیین جهت کنیم. یه قانون گفتیم، قانون دست راست، گفتیم یکی از این حلقه ها رو دست راست میگیریم، شست رو در جهت جریان قرار میدیم، خم شدن چهار تا انگشت جهت میدان رو نشون میده. یعنی میدان الان از راست به چپ خواهد بود. این میشه جهت میدان داخل سیمولوله. یا گفتیم میتونیم توی دست راست جای آی و بی رو عوض کنیم، جریان رو این چهار تا انگشت بگیریم که دور این هسته داره میچرخه، جلوی هسته جریان رو به بالا میره، از پشت به سمت پایین میاد، انگشت شست جهت میدان رو به ما نشون میده. خب میگیم که وقتی این خاصیت مغناطیسی در این هسته الغا شد و هسته تبدیل به آهن ربا شد، باید آهن ربایی شده باشه که میدانش داخل این آهن ربا از راست به چپ باشه. قراره این هسته میدان سیمولوله رو تقویت کنه. خب ما میدونیم که در آهن رباها خطوط میدان مغناطیسی بیرون آهن ربا همواره از N به S،
که اگر این رو ادامه بدیم داخل آهن ربا میشه از S به طرف N. بنابراین چون میدان داخل آهن ربا از راست به چپه، پس این سمت قطب S آهن ربای جدید و اینجا قطب N آهن ربا خواهد بود. حالا اگر خطای میدان رو بخوام ادامه بدیم، یادتونه برای این قسمت که میخواستیم خطای میدان رو رسم کنیم، این خطای میدان اینطور رسم میشد، جهت این خط از راست به چپ و دور میزنه از چپ به راست. بنابراین اگر این رو تشبیهش کنیم به یک آهن ربا، خط میدان بیرون آهن ربا از N به طرف S، داخل آهن ربا از S به طرف N هستش. راه دوم برای تعیین N و S این هستش که ما بیام از این زاویه به این شکل نگاه کنیم، یعنی چشم رو بیام توی این نقطه قرار بدیم. بگیم آقا اگر یه نفر بیاد از این زاویه به این شکل نگاه کنه، خب من این رو یه مقدار از تخته میارم بیرون، از این زاویه دارم نگاه میکنم، این حلقه اول رو نگاه میکنم، میگم این حلقه اول جریانی که داخلش وجود داره یا ساعت کرده یا پاد ساعت کرد دیگه. خب من وقتی از اینجا نگاه میکنم، جریان از اینجا داره میره به سمت بالا، یعنی از جلوی هسته داره به سمت بالا میره، از پشت هسته داره به سمت پایین میاد، یعنی من دارم یک جریان ساعتگرد رو در این ناحیه نگاه میکنم. خب جریان ساعتگرد چه کمکی به ما میکنه؟ داخل یک حلقه ما دو حالت داریم، یا جریان در اون حلقه ساعتگرده این شکل، یا جریان در اون حلقه پاد ساعت کرده، خلاف عقربه های ساعت. اگر جریان ساعت کرد باشه، اون نقطه حرف S خواهد بود، قطب S خواهد بود. این شاخه های حرف S رو دقت کنید، این شاخه ها شبیه یه حرکت ساعت کرد میمونه، برای اینکه همیشه یادمون باشه. و اگر جریان در حلقه پاد ساعت کرد بود، اونجا قطب N خواهد بود. این شاخه های حرف N رو دقت کنید، جهت چرخشش شبیه حرکت پاد ساعت کرد خواهد بود. بنابراین هر موقع خواستیم برای آهن ربای الکتریکی قطب N و S رو تعیین کنیم، دو تا راه. راه اول دست راست جهت میدان رو تعیین میکنیم، داخل آهن ربا میدان از S به سمت N. راه دوم از یه زاویه یا از این طرف یا از این طرف نگاه میکنیم حلقه اول، ببینیم جریان ساعت کرد یا پاد ساعت کرد. اگه ساعت کرد بود اونجا قطب S، اگر پاد ساعت کرد بود اونجا حرف N، قطب N. پس وجود هسته میدان سیمولا رو تقویت میکنه. بیام چند تا از سوالهای تئوری رو بررسی کنیم. سوال 37 تئوری میگه دانش آموزی مداری مطابق شکل مقابل میبندد، تعدادی سوزن فولادی زیر سیمولوله قرار دارد، با بستن کلید مشاهده می کند تعدادی از سوزنهای فولادی جذب میله آهنی درون سیمولوله می شود، علت این پدیده. خب وقتی که جریان در این سیمولوله برقرار می شه، من جهت این جریان رو از قطب مثبت به این صورت در نظر می گیرم، از این پشت میاد دور میزنه روی این حلقه ها و از اینجا بر میگرده به قطب منفی میرسه. خب وقتی که جریان در یک سیمولوله به وجود میاد، گفتیم که یه میدان مغناطیسی ایجاد میشه.
اگر یه میله آهنی بین حلقه ها قرار بدیم، همین الان گفتیم به این میله اصطلاحاً میگیم هسته، و این هسته تبدیل به آهن ربا خواهد شد. خب آهن ربا هم میتونه اجسامی مثل فولاد یا آهن رو جذب خودش بکنه. پس جواب قسمت الف، چرا سوزن ها جذب میله آهنی؟ چون با بسته شدن کلید و برقراری جریان یک میدان مغناطیسی در سیموله به وجود میاد، خاصیت خودش رو در این آهن القا میکنه، این آهن رو تبدیل به آهن ربا میکنه و این آهن ربا میتونه سوزنهای فولادی رو جذب کنه. اگر خیلی کاملترم بخوام بررسی کنیم، من NOS هم حتی بخوام تعیین کنم، میگم با دست راست اگر شست رو در جهت جریان بذارم، 4 انگشت از بالا به طرف پایین، یعنی میدان از بالا به پایین میشه، یعنی اینجا S به وجود میاد و اینجا قطب N. بعد این آهن ربا باز میاد خاصیت خودش رو در این سوزنها القا میکنه، این قسمت بالای سوزن میشه S، پایین سوزن میشه N و این سوزن رو میتونه جذب خودش کنه. قسمت B میگه اگر مقاومت رئوستا رو کاهش دهیم، خب اینجا یه رئوستا داریم، رئوستا یک مقاومت متغیره، میگه اگر مقاومت متغیر را کاهش دهیم، تعداد سوزنهایی که جذب میله میشوند افزایش مییابد یا کاهش؟ توضیح بدیم. خب مقاومت رو کم کنیم، جریان فرمولش چی بود؟ آی برابر بود با در یک مدار ای آر به علاوه آر. مقاومت رئوستا رو کاهش دهیم، آر داره کم میشه، نیروی محرکه و مقاومت درونی ثابت، پس جریان افزایش پیدا میکنه. جریان در این مدار زیاد بشه، فرمول میدان سیملوله چی بود؟ مو صفر ان آی به روی ال. خب مو صفر ان و ال که ثابت، آی داره زیاد میشه، آی زیاد بشه سمت چپ میدان هم قوی تر میشه. هرچی میدان سیملوله قوی تر باشه، یعنی القای قوی تری در این میله انجام میشه، یعنی میله آهن ربای قوی تری خواهد شد. خب هرچی این میله آهن ربای قوی تری بشه، تعداد سوزنهای بیشتری رو مسلماً میتونه جذب خودش بکنه. خب سوال 39 رو بررسی کنیم. در شکل روبرو استکاک بین میله آهنی و سطح افقی ناچیز این میله میتونه حرکت کنه با بستن کلید. اگر کلید رو اینجا ببندیم، طول فنر افزایش مییابد یا کاهش و دلیلش رو از ما خواسته. خب اگر کلید رو ببندیم، یه جریان اینجا ایجاد میشه، جهت جریان از مثبت به منفی تو این حلقه ها به طرف پایینه، از اینجا دور میزنه و میره به سمت بالا. خب من جهت جریان رو وقتی تعیین کردم، پس این میدان مغناطیسی که به وجود میاد، میاد خاصیت مغناطیسی رو در این میله القا میکنه، این میله رو تبدیل به آهن ربا میکنه. NOS رو یا با دست راست تعیین میکنیم یا از روی شکل حروف. حالا اگر من از این زاویه نگاه کنم، اینجا یک حرکت پادساعتگرد دارم میبینم، یعنی اینجا قطب N به وجود میاد، اینجا قطب S. پس این میله میشه آهن ربا. حالا این آهن ربا میاد خاصیت خودش رو، یعنی در واقع دو بار کار القا داره اتفاق میفته، یه بار سیملوله روی این هسته، حالا این هسته که آهن ربا شد
میاد خاصده خودش رو در این آهن القا میکنه. وقتی اینجا انه، همیشه قطب مخالف رو القا میکنه، یعنی این میشه اس، این میشه ان. خب دوتا آهن رو با کنار هم قرار گرفتن، قطبای ناهمنام در مجاورت همدیگه قرار گرفته، پس این آهن حرکت میکنه به طرف این سیملوله، یعنی در واقع نیروی جاذبه به وجود میاد. وقتی آهن حرکت کنه به طرف سیملوله، پس طول فنر توی این شکل در واقع افزایش پیدا میکنه و فنر بازتر میشه. نکته آخری که برای سیملوله وجود داره، توی تستا، توی آزمونهای تستی از این نکته سوال اومده، اونم اینه که میگه اگر حلقه ها رو کاملا فرض کنیم به هم چسبیده باشن، یه رابطه ای داریم، این حلقه ها رو آقایون، این چهار تا انگشت دست من رو شما حلقه های سیملوله در نظر بگیرین، کاملا به هم چسبیدن، حلقه اول، حلقه دوم، سوم، چهارم، هر کدوم از این انگشت های دست من یه زخامتی داره، مثلا یه سانتی متر، حلقه دوم یه زخامت، حلقه سوم، حلقه چهارم، حالا با این فرض که این زخامت ها با هم برابره، من زخامت حلقه ها رو اومدم با حرف دی نشون دادم، شای حلقه ها آر، این زخامت رو اومدم با حرف دی نشون دادم. خب فاصله بین حلقه اول تا حلقه چهارم میشه طول سیملوله، با حرف ال نشون میدیم، برابر با تعداد حلقه ها، 1 2 3 4 تا حلقه، ضرب در ضخامت هر حلقه، یعنی اگر من تعداد حلقه ها رو در ضخامت هر حلقه، در قطر هر حلقه بیام ضرب کنم، میتونم طول کل سیملوله رو، یعنی فاصله حلقه اول تا آخر رو میتونم به دست بیارم. اینم نکته ای که برای سیملوله وجود داره، توی یه سری از تستا، توی آزمونهای جامع از این نکته در واقع ما استفاده میکنیم. این آقایون مبحث میدان مغناطیسی سیملوله حامل جریان.